خب با سلام خدمت شما دانشجو عزیز، دقت بکنید. طبق فرمایش آقای کیمیاگر ظاهرا قرار یه هفته براتون هفته یک روز کلاس حضوری تشکیل بدم. البته کلاس حضوری که میگم نه کلاس مدرسه هست، هم کلاس تکنیکی که قرار براتون تشکیل بده. حالا کسی که مایل بودنه که میخواستن از اینه پرداخت بکنن، حتما به شخصی آقای کیمیاگر یه تماس یا پیامی بدن تا براشون اون کلاس رو ممجوع بکنه و ساکنام شروع کنه. یه از چیزی که آن شمالیان الان به ما گفتن و ما مجموع شده به شما اعلام کنم. خب به شما جلسه قبلی اتحاد و تجزیه بررسی کردیم تا صفحه چند رفتیم، یعنی اون مطلبی که شما یادداشت کردیم تا صفحه چند بود؟ به چون جواب منو ندادیم تا صفحه چند گفتیم؟ اتحاد و تجزیه تا صفحه چند گفتیم؟ آقای حاجی‌زاده، آقای ابراهیمی، آقای صالحی، جلسه قبلی آقا تا کجا گفتیم؟ اتحاد و تجزیه کامل گفتیم؟ جواب سلام منو بدیم؟ سلام آقای صالحی. آقا اتحاد و تجزیه تا کجا گفتیم؟ سلیمانه دارید بچه ها؟ اتحاد و تجزیه که ما برگزار کردیم تا صفحه چند برگزار کردیم؟ تا ما آدم را باید بگید، تا ما آدم را. خب یعنی ما اتحاد و تجزیه کامل گفتیم بچه ها؟ کامل، همیشه کامل گفتیم؟ فکر میکنم یکی از تمرینی مانه که مساحت و محیط شکل کنم بود اونو رفتیم، درسته؟ یعنی تجزیه ترکیبی و اتحادان کامل گفتیم، فقط امروز میخواستیم که ادامه مطلب اونو بگیم. خب بزن تمایی چند تا سال از اون مطلب قدیمونه حل بکنیم، بعد این طرف درس جدیدمون. ببینید بچه ها ما قرار را پی تجزیه انجام داریم. بگیم مثلا فرض کنید x به توان 3 منهای 10 x 2 از اون طرف به اضافه 24 x ما میگه تجزیهش کن. پس این تجزیه که انجام داریم بچه ها میخونیمش x به توان 3 منفی 10 x به توان 2 به اضافه 24 x. بچه ها این تجزیه رو انجام بدم. خب اگه قرار این تجزیه انجام بدم، اول باید نگاه کنیم این تجزیه کش دوری وضعیتش. بچه ها ما توان 3 داریم، معمولا بچه ها توان 3 شما اول باید فاکتور گیری بکنیم. خب وقتی قرار ما فاکتور گیری بکنم، باید بکنم که از چی دارم فاکتور میگیرم. عدد که الان رو صداش عدد نداریم، چرا نداریم؟ یعنی یکی از اونا یکه، مثلا x ضریبش الان یکه، x2 ضریبش منفی 10ه، x ضریبش 24ه. هر بار دیدین که یکی از اعداد ما یک هست، دیگه یک بهمون برای ما نمیده. یعنی ما اگه قرار بود فاکتور گیری بکردیم، اول از عددهامون باید فاکتور گیری بکردیم. ولی الان عددمون یکیش یکه، پس دیگه عدد ما تاثیر نداره. اما بچه‌ها x تو ستاش ما داریم. وقتی x تو ستاش داریم، میتونیم از x فاکتور بگیریم. پس از x فاکتور بگیریم. یعنی میگیم تموسایی با پرانتز پرانتز از یه دون ایکس فاکتور میگیریم. خب کدام ایکس فاکتور میگیریم بچه ها؟ این ایکس اینجا توانش یکی، توان دو، توانش سه، ایکس توان یک فاکتور میگیریم. خب بچه ایکس توان یک فاکتور میگیریم یعنی چی؟ یعنی ما یه دونه از ایکس رو کم میکنم، یه دونه از ایکس رو کم میکنم، یه دونه از ایکس. کاری به عددا ندارم، عدد دیگه که ما کارش ندارم، منهای در کارش ندارم، دیشان هم کارش ندارم. پس فقط از ایکس ها نیتی بردارم. از اولی یه دونه اش کمه همشه ایکس دو، از دومی منفی ده، یه دونه از ایکسش کمه همشه ایکس توان یک، از اون یکتر ایکسش کلا میفته دیگه، یعنی ایکسش برداشته میشه. خب ما بیست برد میشتم شنان، پس شد ایکس در این پرانتز. حالا بچه ما
ایکس رو کارتون دارد، ایکس رو خوش می‌نویسم. اما این یکی به چه تجزیه چون توان دو شده تجزیه اتحاد جمعه مشترکه. خب چطوری میگفتیم تو جمعه مشترک گفتیم دو تا پرانتز باز بسته کنم، پس الان بریم این دو تا پرانتز رو باز بسته کنم. خب داخل دو تا شریکی ایکس میذاریم که وقتی دارم ضربش کنم میشه ایکس دو. حالا دو تا عدد میخوام که دارم ضربش کنم میشه 24. وقتی جمعش هم میکنم یه طرفش میکنم میشه ای. پس ضربش رو کی تشکیل میکنه؟ جمع یا تفریقش هم رو کی تشکیل میکنه؟ پس بچه‌ها دو تا عدد که دارم ضربش کنم میشه 24، جمع تفریقش کنم میشه 10، 6 و 4 هست. خب 6 ضرب در 4 24 به دست میاد. اگه شما 10 جمع شم کنم میشه 10. خب اما علامتش چی؟ نگاه به عدد رسیدی کنیم چه علامتی داره؟ منفی. پس عدد حضور بوش منفی. حالا قرار بگیم ضربش میشه مثبت 24. چونی ضربش میشه مثبت 24؟ اگر این منفی بود این هم منفی بود، منفی در منفی میشه مثبت. پس معامله کارمان درسته. جمع یه دوتا میشه منفی 10 کاملا درسته، ضرب یه دوتا میشه مثبت 24 کاملا درسته. بعد عبارت ما شد x در x منفی 6 در x منفی 4 وی شد از یه بار. حالا شما تو کنی این عمل کنید x به طور 3 منای 11 x 2 به اضافه 24 x نه تو خونه تجزیه کنید این این هست. خب این از تجزیه ترکیبی بود که ما در قطعه این حل کردیم. حالا میخواییم در مورد درس جدیدمون بگیم. درس جدید، درس جدیدمون بچه ها ادامه بحث اتحاد هست. خب قبل از که بخواییم درس رو تکرار بکنیم بچه ها، یه اتحاد دید هست کتابتون، بعض جاها دیده شده بعض از کتاب ها، مثلا بعضی از مدارس مثلا میگنش و او اتحاد مربع سه جمله‌ایه. به شما پس مربع سه جمله‌ای، به شما مربع سه جمله‌ای. خب ما چیکار میکنیم برای مربع دو جمله‌ای؟ به شما مربع دو جمله‌ای دقت کنید ما چیکار میکنیم. خب اینو مفهومش بکنیم. این اتحاد مربع دو جمله بود. میگفتیم جمله اول به تمام دو، جمله دوم به تمام دو، عقلی و عقلی هم مثبت بودن. حالا چون اینجا مثبته، مثبت در مثبت میشه مثبت، دو برابر عقلی در دو یکی میشه. این خبر ما گفتم اتحاد مربع دو جمله بود. اینو ما از قبل انجام دادیم. حالا بچه اگر قرار همین ما سه تا جمله توی داشته باشم بگید دو تا جمله بچه ها سه تا جمله داشته باشم چیکار بکنم برای این؟ خب هم کار بکنم انجام بده. خب این دو تا رو نگاه بکنیم، اولی و آخری. گفتیم اولی رو خود ضرب کنیم، دومی هم خود ضرب کنیم برای آخر. حالا آیا این میتونه بیا وسط این برای آخر؟ یعنی اگر ما مثلا دو آقه بیارم اینجا اینو بیارم اینجا اشکال داره؟ نه، هیچ اشکالی نداره. پس میتونیم یه دوره بنویسیم اینجا، یعنی بنویسیمش آ دو به اضافه بی دو به اضافه دو تا آ. اینو یه دوره بنویسیم. حالا این هم خیلی کار میکنه. بگیم آقا اگه قرار ما این هم بکنم این در حقیقت میتونه بگم آ به تمام دو به به تمام دو مانده اینجا سه داره مانده آ به تمام دو، بی به تمام دو، سی به تمام دو، یعنی سه در جمله داری باید کار کنیم بگیم. حالا چون ما دو جمله داری گفته دو برابر عالی در دو اینجا سه برابر کار بکنیم. یه بار بگیم دو برابر این داری، یه بار بگیم دو برابر این داری، یه بار بگیم دو برابر این داری. پس به اضافه دو تا آ به دو تا آ سه دو تا به سه شیش جمله تشکیل میشه بچه ها. یک دو سه چهار پنج شیش و این شیش جمله میشه جوابی اتحاد. یعنی الان رو گفتم این اتحاد حل بکنم در حقیقت میشه این شیش تا جمله بود.
ये मिसाल दें x बटवाना दो मैंने शिश y बेन इजाफी सतह z बटवाना दो कामल बटवाना दो इन फ्रांच خب تصویر واضح نیست خب بچه دیگه نمیدونم ما چه کار بکنیم اکثرا با این تصویر غیر واضح ما گیر بکنیم به خاطر اینم خب الان باید بدونیم این تصویر خوبه باید بدونیم این تصویر کاره ما نمیدونیم آقای حاجی زاده تصویر چطوره آقای حاجی زاده؟ آقای حاجی زاده تصویر الان چطوره؟ آقای حاجی زاده الان تصویر خوبه؟ نمیدونم در حین تدریس برمیشه نمیدونم دلیل چیه؟ واقعا من خوبه نمیفهمم دیگه برای رو گیم این طرف شد الان چه تصویر چطور رو الان؟ الان که ما ایستادم الان تو شاید اون طرف برد بشه الان ما این با اینجا کار میکنیم آقا این توان دومی سه جمله به این صورت ما کارش میکنیم میگیم یه بار درمانی به توان دو میرسه یه بار دومی به توان دو میرسه یه بار هم سومی به توان دو میرسه تا اینجا این مثل خرده ها بودیم حالا میگیم دو 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 برابره یه بار دو 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 برابره کنن یه بار دو 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 برابره کنن یه بار هم اولی به آخر دو برابره حالا اگر جاشون اوزه و اشکال داره نه اگر جاشون اوزه و اشکال داره پس اولی به توان دو نوشتیمش دومی به توان دو نوشتیمش سومی به توان دو نوشتیمش بچه این سه تا جمله رو ببینیم هیچ وقت منفی نمیشن هیچ وقت منفی نمیشن حالا واسه چه بجو منفی بود چه بجو مثبت بود فرق ازش نمی کنه این سه جمله چون داره به توان دو میرسه هیچ وقت منفی نمیشه حالا قسمت بعد ممکن است مثبت منفی و واسه دستگیر داره که این دو تا جمله یا این دو تا جمله یا این دو تا جمله چه رابطه‌ای دارن خب ما اول گفتم اولی و دومی پس اولی و دومی میبینیم مثبتن ضرب کنم چه مثبت آ در ب دو برابر بکنیم شد دو تا آ برای ما آسه حرف میزنه یعنی اولی و آخری ضرب دوتاش میشه آ ضرب در سه مثبت دو برابرش میشه دو تا آس بعد این یکی میشه ب در سه مثبت دو برابرش میشه دو تا بس حالا میخوام با اینو حالا حل کنم با توجه خب حالا اگر بخوایم اینو حل بکنیم چیکار بکنیم برای حلش میگم آقا اینو تو خوش ضرب کن میشه ایکس چهار همیشه مثبت اینو تو خوش ضرب کن منفی میشه مثبت شیش میشه سی و شیش ایگرگ میشه ایگرگ دو مثبت 36 ایگرگ 2 بعد از خوش دارم چون مثبت 9 زد و توان 4 این ستی حالا این ستی مارد حالا برای مثل دو برابر شدنش اول این دی با هم بگیریم مثلا آقا اینجا یک مثبت دارم منفی میشه منفی یه 6 تا 6 تا دو برابر میشه 12 میشه 12 تا x 2 ایگرگ بله این دو دوی با هم بگیریم منفی در مثبت منفی 6 تا 18 تا دوباره برای 36 تا منفی 36 تا حالا حرف انگلیسیش ایگره دیزه دو حرف انگلیسی میشه تغییر نمی کنه دیگه حالا اولی و آخری یه ستا ستا دوباره برای 6 تا 6 تا x2 z2 پس به اضافه 6 تا x2 z2 بچه ها تصویر چطور الان؟ هر تصویر حاجزات میگه واضح است تا اون
عاوز مسلمين جدا أول أول مسلمين إن كان ده عايز إنترنت وش أه إنترنت ممكن مشكلة داشتو أنا ما يعرف ده في كيف هيدا كوان ما يمشي يكي تصويرش خوب باشا يكي تصويرش بعد باشا سالی تو میگه تصویر خوبه آقای ابراهیم میگه خرابه آقای فروخی خمینی خرابه آقای فاتحی میگه خرابه آقای احمدزاده میگه خرابه آرمین میگه خوبه اشکان میگه خوبه اشکان میگه خرابه باست آقا نمیدونم واقعا ما خونه توش گم کردیم حالا چرا تصویر شما بعضی ها خراب میشه بعضی ها خوب میشه نمیدونم ولی خود در هر صورت ما باید ادامه بدیم این تصویر براتون ضبط میکنم در هر صورت اینترنت رو قوی بکنیم تا با توجه به این
میگه آقا این سوسایی های ایگرمنایشیش الان وزن آنس و وزن ایس نسبت به ایگره کنش بیشتره، بگیم ایس بیشتره ایگره بیشتره. میگه آقا اگر این علاقه مثبت بید ایس بیشتره، خب مطمئنن الان منفیه دیگه، یعنی الان باید ایگره بیشتره بود. خب شما میتونید کار انجام بدید، این منفی برای این طرف و اون مثبت، یعنی میشه ایکس به اضافه 6 مساوی با ایگره. الان ایگره تنها شده، علاقه هم مثبت شده، پس وزن ایگره از وزن ایکس بیشتره، یعنی ایگره بیشتر از ایکس، یعنی ای درست. خب پس بنابراین ما الان دفعه این بحثمون چه داریم؟ بحثمون یه که الان وزن آ نسبت به وزن ب بیشتره به خاطر اینکه عدد مثبت کنار بی رفته. اگر عدد مثبت کنار آ بیاد وزن ب از وزن آ بیشتره. خب الان عنوان اینجا ما هست نامعادله، پس درسمون در مورد نامعادله هست، پس عنوان درسمون نامعادله هست. خب پس یه بار ببینیم، اگر پی عدد مثبت باشه و داشته باشیم آ مساوی با بی به اضافه پی، در اون صورت وزن آ از وزن ب بیشتره. مثال بزنیم، اگر ایکس برابر با ایگره منهای 6 باشه، x بیشتر از ایگره یا x کمتر از ایگره، میگیم خب این 6 بود چون منفی بره چون طرف تا بشه x بذاره 6، اینجا ایگره چون الان ایگره تنها شده و اون x یه عدد مثبت کنارشه، پس وزن ایگره از وزن x بیشتره. با توجه به نکته که ما گفتیم خب این هست. حالا دقت کنیم، 2x برابر با 2y به اضافه 4 هیچه. الان وزن x نسبت به وزن ایگره چطوریه؟ باز هم میشن بگیم دیگه وزن ایکس تو از وزن ایگره بیشتره. چرا؟ چون اندازه ای و این تعادله. خب یه مقدار به طرف اضافه میده، پس یعنی چه؟ یعنی ای نسبت به این مقدار رو با هم برابره، منطقه وقتی این چهار رو مورد داره وزن ایکس از وزن ایگره بیشتره، پس اینجا هم ایکس بیشتر از ایگره هست. خب این هست. شاید دقت بکنیم یه زمانی ما این داریم، دو بیشتر از منفی چهار. دقت بکنیم دو بیشتر از منفی چهار، واقعا دو از منفی چهار بیشتره. حالا میگه که عددی به سمت چپ و راست اضافه کنیم، بعد یه عددی به سمت، عددی از سمت، عددی را از سمت چپ و راست برداریم، یعنی کم کنیم. بعد یه عددی را در سمت راست ضرب کنیم، بعد یه عددی را بر در سمت راست و چپ، عددی را بر سمت راست و چپ تقسیم کنید. خب چه الان تصویر چطوره؟ الان تصویر شد، تصویر الان که رو تخته میبینید شما؟ الان که ما نشستیم، الان که نیستادیم که الان الان باید که نشستیم بازم خراب ها؟ حالا میگم خب در جایی که ما داریم می‌نویسیم فیلم برای شما زرد میشه، حالا بعد شاید از لحاظ اینترنتی کم بهتر بشه و شما تصویر ثبت شده شو ببینید. در ضمن فیلمی که می‌گیریم برای اون دوباره اون گروه می‌فرستیم، حالا ببینیم شاید تو عین
به درس بوده بهتر شد. بله تو شال همه فیلا را ما گفتیم، تمام نکات هم میگیم، اون فیلم ها را باز بکنید، حتما بکنید، تمام کامل هست، اتحادها، تجزیه ها، اصلا مطالبی که کلن از آن سال طلاب بکنید همه دارشون هست. پس اگر کسی اسفایلوم نداره میتونه از من استفاده کنه. همزمانی که ما این فیلم را برای اینجا ضبط میکنیم تو شاد هم کامل اون شاد اون فیلم کامل براتون ارسال میکنیم، نگران این نباشه. ولی خب این هم باید درست باشه. الان یکی این تصویر بعضی وقتا ما نداریم که قطع میشه که خراب میشه، این هم باید دقت کنیم. شاد باید شاد ها براتون میفرستیمش، ولی خب تو واتساپ هزینه اینترنت اون بالاتر میره نسبت به شاد، به خاطر همین مونه میفرستم اونجا برای همه همین طور آقا دیگه. الان شاد هم نسبت به واتساپ خوبه، شاد الان کیفیتش بد نیست. خب دقت بکنید الان با تو اون چیزی که معلوم داریم گفته دو بزرگتر از منفی شاد. خب اگر عددی به سمت چپ و راستش اضافه کنم، خب ببینید ما یه عدد دلخواهی میخوام اضافه کنم، مثلا میخوام عدد پنج اضافه کنم، دو به اضافه پنج بزرگتر از نه چهار به اضافه پنج، بچه جوابی میشه هفت بزرگتر از یک، بازم برقرار، یعنی هر زمانی که اونجا برقرار بوده اینجا برقراره. خب چه نتیجه میگیریم؟ اگر عددی به سمت چپ راست اضافه کنیم جهت ای عبارت تغییر نمیکنه، یعنی بزرگتری تو کمتری نمیشه. پس نقطه اینه، اگر عددی به سمت چپ راست اضافه کنیم این عبارت هیچ گونه تغییری یا علامتی نمیکنه، چون بجا ممکنه یه علامتی همه اینطوری ها، ولی اینجا هیچ تغییری نمیکنه. چرا؟ چون اون بوجه انجا اونجا خوش اصلا درسته، این هم باید باید بگید درسته. خب بعد اصلا اگه کم کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگر عددی را از سمت چپ راست کم کنیم، خب همون رو نگاه بکنیم، میخواید مثلا فرض رو پنج کم کنیم، بگیم دو منهای پنج، اونجا هم بگیم منهای چهار منهای پنج، خب این میشه سه منفی، این میشه نوع منفی، بالا باشه این درست، یعنی هر زمانی که بالا درست دارید پایین هم درست دارید. پس این رو تیک میزنیم، این هم تیک میزنیم، یعنی هر زمانی که تا درست بشه، یعنی اگر ما یه نامساوی داشته باشیم، یه نامساوی داشته باشیم، دو طرف شما با یه عدد جمع کنیم یا حتی از یه عدد کم کنید، یه تأثیری در اون بزرگتری یا کوچکتری ایجاد نمیکنه. اما بچه تو این دوتا خیلی مهمه، تو این دوتا که که انجام بدیم، اینجا گاهی اوقات ممکنه اثری نداشته و گاهی اوقات ممکنه اثری داشته. خب چه موقع اثر نداره؟ وقتی عددی که شما دارید ضرب کنید یا تقسیم کنید مثبت باشه. پس اینجا بنویسم، اگر عدد ضرب شده در دو طرف یا تقسیم شده مثبت باشد تغییر نمی‌کند، واسه جمع تغییر. اما اگر عدد ضرب شده یا تقسیم شده در دو طرف منفی باشد جهت عوض می شود. خب این اول دقت بکنیم، یه باره ما بکنمش. خب نوشیم، اگر عدد ضرب شده در دو طرف یا تقسیم شده در دو طرف مثبت باشه، اون جهت بزرگی رو چون این جهت رو برد نمیگرده، یا حتی اگه اینطوری باشه برد نمیگرده. ولی اگر این ضرب تقسیم که میخواید بکنید، مثلا عددی که میخواید ضرب کنید، مثلا منفی پنج بوده، منفی دو بوده، یه عدد منفی بوده،
اگر جهت به این صورت به این صورت میشه، اگر به این صورت به این صورت میشه، یعنی جهت هاتون برگشت میخوره. دقت بکنید الان میخوام مثالی که بزنم متوجه بگی باشه. چون دقت بکنیم الان میخوام ضرب در دو بکنم. خب دو ضرب در دو میشه چهار. این ضرب در دو بکنم چون همین کرد بچه این هم درسته، پس این هم تیک میکنم. حالا میخوام تقسیم بر دو بکنم، پس تقسیم بر دو میگه دو تقسیم بر دو میشه یک، این تقسیم بر دو میشه منفی دو، بچه این هم درسته، این هم تیک میکنم. پس وقتی اگر برای ما مثبته تو چهارتاش تأثیری نداشت، اما اگر منفی بوچه یعنی ضرب در منفی دو امانا، خب ضرب در این میشه منفی چهار، این میشه مثبت هشت. بچه الان خراب شد، منفی چهار آیا بزرگتر از هشته؟ خیر، بنابراین اینجا ضرب در میتونه. این همون چیزی که ما گفتیم. حالا بچه اگه تقسیم ما باشه نمیتون، یعنی تقسیم برنامه دو هم کنیم انجام شدیم. هم تقسیم برنامه دو شو من دیگه یک، تقسیم برنامه دو شو مصبت دو، آیا برنامه دو شو که هم مصبت دو هم دیگه غلط دیگه، پس باز هم مشکل داره. یعنی الان به چه نتیجه ما رسیدیم که اگر یه نامساوی داشته باشه، با چی میگه نامساوی؟ به کوچکتری و بزرگتری یه نامساوی. اگر ما یه نامساوی داشته باشیم و این نامساوی بگیم در یه عددی ضرب کنیم یا تقسیم کنیم، به شرط که این اعداد مثبت باشه هیچ گونه تغییری ما نمیبینیم، اما اگر منفی شد چه ضرب و چه تقسیم جهت نامساوی برگشت میکنه، حتما باید جهت عوض بکنیم. یعنی مثلا الان چنین چیزی باید بشه منفی چهار کمتر از هشت تا درست در بیام، وگرنه اگه با همون صورت بکنم منفی چهار بزرگتر از هشت غلطه و جمله ما نادرست میشه. اینو باید دقت بکنیم. پس یه ابتدای ورود به نامساوی ها را داریم. خب بچه ها تصویر باز خرابه؟ تصویر هنوز خرابه، بچه ها دقت بکنید. بچه تو خونه تصویر الان چی دوره؟ یه لازم هایی که مانده بودم بیاد
خوبه؟ من هیچی بیو کنم. خیلی خوب، ما در خیلی بچه هم. هیچی بیو کنم. خیلی کردم، خوبه. الان برای خراب شده. باید برای خراب شده. بینن که دو دارم چیزی بینیم سوال بینید چی میشه برش؟ نه در عبارت رو به رو کنم جمله خب دقیق بکنیم چهار یه عبارت به شما داده چهار به اضافه آ روی به گفته که نگاه کنیم این آ بزرگتر از به میشه یا آ کمتر از به میشه خب این چیزی که اینجا نوشته اونجا چهار آ روی به طرف چهار روی به طرف آ روی به میشه یک منفی چهار آروی بهش منفی سه خب حالا این طرفه مسته که بکنیم اینجا اینه در این ضرب کنیم در این ضرب کنیم خب آ برابر و منفی سه برابر بر. خب چی نوشتیم؟ نوشتیم آ حسای با منفی سه برابر بر. به نظر تو الان کنیم بزرگتره الان آ شده منفی سه برابر بر. الان آ بزرگتره یا به بزرگتره بچه آ شده منفی سه برابر به یعنی شده آ قرینه سه برابر به الان شما مثلا فرض کن آ به تو عدد حقیقی دیگه هر طور که در نظرش بگیریم به نظر تو الان وزن آ نسبت به به چطوریه آ بزرگتره خب چرا آ بزرگتره چرا آ بزرگتره میتونیم دلیل بگیریم آقای فاتحی شما میگین آ بزرگتره وقتی آ بزرگتره دلیلش چی که آ بزرگتره دلیلش چی آقای خب بچه ها به الان بزرگتره حالا آقا به یک مصفر آ سه منفی خب مشخصه که الان به از آ بزرگتره درسته؟ آقای حاجی زاده به بزرگتره بعد خب نمیدونی الان مشخص از اون اول من نگاه میکردم آ منفی سه به مساوی با مثبت یک با تو باید میشیدی که ما داریم و بعد اینجا گفته آ منفی سه برابر دیگه یعنی بی اگر هرچی بیده آ شده منفی سه برابرش خب باعث مجموع ای الان وزن آ وزن به از وزن آ بیشتر خب میتونیم به این صورت هم بیدی هم نباش بکنیم در اجبندی شب بکنیم آقا بگیم مثلا اگه آ بزرگ آ مثلا مصبت بوه به منفی بوه اگه چنین چیزی اتفاق میفته در آن صورت اگه آ مصبت مثلا فرق مصبت یک خب اینجا باید کارتا منفی ها بکنیم یعنی کارتا من اینجا من شما اینجا اگه درجه بندی آ به شما بده که بگن آ مثبت بی منفیه شما یه عدد مثبت اینجا بذارید مثلا اگه این 4 مثبت
بیا بگیر منفی سه مثلا اینجا بگیر منفی سه خب منفی در منفی چه مصبت بگیر اینجا میشه کلن دوازه یعنی الان این دوازه هست این چهار هست پس وزن ها از وزنه اینجوری بیشتری بگیر ولی اگر مثلا آ منفی او بی مصبت بود در آن صورت آیا شما اینجا منفی بگیریم مثلا منفی چهار بی مصبت بگیریم بی که مصبت بگیریم در منفی ضرب میشه میشه منفی این میشه منفی یعنی الان آ کوچکتر از ب میشه خب پس بی و آ ب هم داره یعنی شما یه زمانی اینجا ممکنه آ تو مثبت باشه ممکنه ب تو مثبت باشه پس ممکنه گاهی اوقات علت باشه ممکنه گاهی اوقات ب باشه چون آی شما میشه تنینی است برابر ب اینجا معلوم نیست که ب شما چه اتفاقی داره براش میفته اگر ب شما منفی باشه خب اینجا آب مثبت بود اگر به شما مثبت باشه آب منفی بود پس اینجا میگه بستگی به آبه داره بستگی به آبه داره ممکنه آب مثبت باشه یه اتفاق برای آب بیفته ممکنه منفی باشه یه اتفاق برای آب بیفته در هر صورت می‌نویسیم بستگی به آبه داره گاهی اوقات علت درست میشه گاهی اوقات هم به درست میشه اینو دقت بکنید پس اینو باید با دلیل انجام بدیم همینطور رو که میگیم نه خب اینو نگاه کنیم آ به اضافه دو به روی ب برابر با یک الان میگیم آ بیشتر یا ب بیشتره دقت کنیم بچه‌ها اینو میگیم ترفیمسی میکنم یعنی این توی ضربش میشه آیه به اضافه دو مصاری با یک ضربه رو میشه اما میشه به تنها شده آ با یه عدد مصبتی جمع شده گفتیم که اگر یه حرفی تنها باشه و یه عدد مصبتی به کنار یه حرفی جا بگیره اونی که تنها شده از دو عدد بیشتره یعنی عرب کنیم که بی بیشتر از آیه خب این رو خب یکی دیگه بگیم ایکس دو برابر با ایگر دو به اضافه سه خب الان چه در مورد ایکس ایگر چه نظری میدیم؟ در مورد ایکس ایگر چه نظری میدیم بچه ها؟ الان ایکس بیشتره یا ایگر بیشتره؟ بله الان ایکس بیشتره الان میتونیم بگیم که x از y بیشتره به دلیلی که شما الان x2 دارید y2 دارید با هم برابر یه عدد مثبتی کنار شده یعنی اون xی که تنها شده نسبت به y شما الان بیشتره یعنی الان x2 از y2 بیشتره خب اما نکته که برای اینه یه زمانی همه چی می آمده دیگه آ در ب مثبته یعنی ضرب دو عدد مثبته یا ممکن اصلا اینطوری بگه ضرب دو عدد منفیه در مورد علامت آ و ب چه نظری داریم پس ضرب دو عدد مثبته در مورد علامت های آ و ب بحث میکنیم بچه اگر مثبت باشه فلش میدونیم میگیم چه موقع به علت ضربش مثبته وقتی که مثل هم یعنی آ شما مثبت باشه و B شما مثبت باشه ضرب مثبته و اگه آ شما منفی باشه و B شما منفی باشه بازم مثبته یعنی با این نظر در نظرش بگیریم خب اگه تو امتحان ما سوال داریم که آ در ب بزرگتر از صفر نظرتون در مورد علامت آ و ب چیه میتونی همچین دو تا نظری بدین حتما با دوتاش باشه یعنی آ مثبت ب مثبت ضرب دو عدد مثبت میشه آ منفی ب منفی ضرب دو عدد باز میشه مثبت یعنی شما اگه مثلا منفی 3 داشتی ضرب در منفی 4 میشه مثبت 12 یعنی ضربش میشه مثبت اگه مثبت 3 ضرب در مثبت 4 داشتی ضربش میشه مثبت یعنی در هر دو صورت چه دو تا عدد منفی داشتی ضربش مثبت چه دو تا عدد مثبت داشتی ضربش مثبت یعنی باز میشه مثبت حالا همه در مورد منفی میشه چه نظری میدیم؟ میگیم اگر آن مثبت
و بی و منفی بود، ضربش میشه منفی. اگر آن رو منفی بود، بیمونم مثبت بود، ضربش میشه منفی. در هر دو صورت میگیم یکیش باید مثبت باشه، یکیش منفی باشه تا ضربش میشه منفی. این رو دقت بکنید که مهمه. یه زمانی از ما سوال میکنیم که اول ما دو تا عدد داریم، ضربش منفیه، در مورد علامت آبه چه نظری میدیم؟ میگیم آقا باید علامت ها برای دو عدد فرق کنه، یکیش مثبت باشه، یکیش منفی باشه. خب الان تصویر چطور بچه ها؟ تصویر تصویر الان عمل روزه این خراب. خب الان خوب شد، الان خوبه. خب پس بنابراین این دوتا نکته که گفتمه در نظر بگیریم. خب بچه یه چیگه بگیم، بگیم که آبی بر روی سی میخوام منفی بشه. خب اگر ضرب دو عدد بر روی یه عدد بخوام منفی بشه، خب در این صورت در مورد علامت های آبه مثل چه نظری داریم بچه ها؟ اگر آ در به روی سی منفی بشه، در مورد آ و به وسط چه نظری میدیم؟ آ چطوریه؟ ب چطوریه؟ سی چطوریه؟ خب بچه ها ببینیم، ما اینطوری میگیم، میگیم بگیم نه قرار یه تقسیمی منفی بشه. خب یه تقسیم دیگه، میگه اینه تقسیم، خط کسر تقسیم، پس باید بالا مثبت باشه پایین منفی باشه که ضربش باشه منفی، یا برعکس بالا منفی باشه پایین مثبت باشه. درسته؟ الان باید یا بالا پایین باشه، یا بالا منفی پایین مثبت، یا بالا مثبت پایین منفی، یکی از این دو باشه. خب اگه بالا مثبت باشه پایین منفی، یعنی باید آ در ب تو مثبت باشه، سی تو منفی باشه. سی منفی خوش یکیه، سی منفیه. حالا وقتی آ در ب مثبت باشه بریم بالا، اونو کسیش میرسیم. یعنی باید چه اتفاقی بیفته برای این دوتا؟ یعنی باید آ مثبت باشه، بی مثبت باشه، باید آ منفی باشه و بی منفی باشه. همزمان سی هم باید کمتر از صفر بود، برای ویروسی کمتر از صفر، برای امروزی کمتر از صفر. خب این با شرط اولی ما رفتیم، با این شرطی ما رفتیم. پس با شرط اولی سیمون منفی باید باشه که اینجا گفتیم، او دوتا باید ضربش مثبت باشه. پس یا باید دوتاش مثبت باشه، یا باید یکی از اون، یا باید دوتاش منفی باشه که بشه آ در ب مثبت، سی تو بشه منفی. حالا بشه اگر این باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر این باشه باید ضربش هم منفی باشه اما سی تو مثبت باشه. خب ضرب منفی چه اینه دیگه، این دوتا بچه که میرسیم. پس اون باید سی من مثبت بگرم کنار این دوتا، پس اینجا بگم سی مثبت، اینجا نمون سی مثبت. باید ایستتا با هم بیاد و ایستتا هم باید با هم بیاد. در اون صورت مشکل ما حل میشه. این رو دقت بکنیم. پس این بار رو تکرار میکنیم. اگر تقسیم دو عدد بخوام منفی باشه، باید یا صورتش مثبت باشه مخرجش منفی باشه، یا صورتش منفی باشه مخرجش مثبت باشه. در هر دو صورت اون بحث کردیم، گفتی اگه صورت مثبت مخرج منفی باشه، سی شما منفیه، اینجا صورت شما مثبته. صورت مثبت باشه بالای، خب بالای یه سی بریم، سی منفی کنار شده، سی منفی کنار آخری، سی منفی کنار آخری. و اگر این حالت کنم باشه، باید آ در ب منفی باشه، سی مثبت. خب سی تو که مثبته، آ در ب منفی هم یه سی مثبت کنار رو اتفاق بردیم. بله دقیقا همینطوره آقای آمدیزاده، باید مخالف هم کنه رمه چون آفرین آقابو باید هم علامت باشه ولی سی باید مخالف الکترون باشه. خب این هست. خب اما میخواییم یه چی دیگه بگیم که آفرین بحث نامعادله یه بچه ها، نامعادله. شما قبلا حل نامعادله دیدیم، حل معادلات هم دیدیم چون تو کلاس
همین کلاس هشتم و چه هفتم حالا موارده دیدین همون معلوم مجهول ابتدای ورود کتابتونم که بحث اعداد حقیقی بوده شما کمتری و بیشتری داشتین. ما الان که اونجا بازم اینه یکمی تکرار رو کنیم یکم بیشترش بکنیم. اینا پاک بکنم خب مرکول این دیگه بکنم نشسته بکنم درس بودیم دیگه رای نداریم. خب اینطوری داریم دو ایکس به اضافه سه کمتر از پنج ایکس منهای شش. سوال مکتب چون این نامادری که هم خب بچه اگر قرار نامادری هم کنیم ما تو کلاس هفتم هشتم این معادله دیدیم دو ایکس به اضافه پنج مساوی با شیش ایکس منهای هشت. درسته؟ اگر قرار این هر بوده چه بر بکنیم این مساوی بذاریم معلوم هم بکنیم دو ایکس سمت چپ شیش ایکس به رو طرف تغییر علامت میده هشت منفی سمت راست پنج به رو طرف تغییر علامت میده بعد اینجا میشه منفی چهار ایکس مساوی با منفی سیزده بعد ایکس ما میشه عدد معلوم منفی سیزده دخیل بر منفی چهار منفی با هم ساده میشه چه سیزده چهار ای بیتونه. اما بچه حالا جی مساوی شما میخواد ای چهار علامت بیاد حالا یا ممکنه ای بیاد یا ممکنه ای بیاد یا ممکنه ای بیاد یا ممکنه ای بیاد یکی از این چهار علامت رو میاد هر کدوم از این چهار علامت که بیا بشه این نامعادله بشه این نامعادله بشه نامعادله یعنی معادله دیگه نیست یعنی مساوی نداره تنها مساوی دیگه تنها نداره. خب بچه هر بش دقیقتر کپی حل معادله یعنی با همین سیستم که میریم جلو با همین حل معادله میریم جلو منطقه خب یه آخرا برای جوابش ما برای میوه پیدا شدیم. خب نگاه کنی الان بچه اگر این رو مرمو مجموع کنم چه کار کنم اول با همون جلو بریم جلو این جلو این جهت بود بچه ها اول جهت رو میزنم من میخوام برای مجبور کنم دو ایس رو تکرار میکنم پنج ایس رو میره اوتر شیش منجور رو تکرار میکنم سه میره اوتر. خب جوابی به دست بیارم چه منفی سه ایس جواب هم به دست بیارم چه منفی هم آها بچه ها دقت بکنید چیزی که دارم میگم کسی که کلاس هستن دقت کنید به چیزی که دارم میگم اگر شما به آخری رسید که مجهول یک طرف شد معلوم هم یک طرف شد یعنی یک تک مجهول داریم یک تک معلوم داریم ولی علامت تک مجهولتون منفیه دقت کن اگه مثبت نه یا اگه منفیه هر وقت منفی داشته باشید بچه ها جی ای و ای عوض کنید حتما یک کار کنید انجام بدید خب ما یک کار کنم با رنگ درستش سه ایس منفی میره اون طرف چه مثبت نوتون هم میره اون طرف اون مثبت یعنی تغییر علامت بده. خب چرا یک کار انجام دادم؟ چون اگر یک کار انجام نمیدادم باید جهت این عوض میکردم و شما ممکنه کمتان یاد ببرن پس اگر اینجا منفی دارید ایس تو منفیه جهت رو برگردونید دوتا عوض کنید حالا میگید ایس همین جهت رو میذاریم میگید نو تقسیم بر سه نو تقسیم بر سه کسی میمیسینش و امسالت بکنی چه سه الان به رول ایس بزرگتر از سه حتما یه میوه میکشی عدد سه مشخص بکنی صفر یک دو سه این سه مشخص بکنی بچه ها زیرش که مساوی بود نداره یعنی هر وقت مثلا این مساوی داشت و اینو پر میکنی ابتدای علامت کن داشت ولی الان ندارنش چون ندارنش پر نمیشه میخونینش ایکس بیشتر از سه از ایکس بکنید بیشتر از سه پس این طرف بیشتر این میشه دقیقا هر به این نامه
اگه یه چیزی سوال داره سوال بکنید تا چند تا سوال بیشتر هم بکنید. به هر کسی مشکل داره بگید، سوالی داره، مشکلی داره بگید. خب آقای فاتحی، عمل رضایی، کسی مشکل نداره؟ آقای صالحی؟ خب بچه ها کسی مشکل نداره؟ خب آقای زاجزه میگه با تنگیده. خب پس بچه ها اگر اینجا منفی داری خیلی عوض میکنین، اگر منفی داری عوض نمیشه، همونطور تفسی میشه، با همون بچه تو تفسی میشه. یه مثال دیگه بزنیم. خب سوال بعدی داریم. X به اضافه 5 به توان 2 کمتر مساوی با X منوی 3 به توان 2. اینجا به اضافه مثلا فرقان 3X هم بشه. میگه این آماده هم رو خوبش ها این دقیقاً شما دو تا اتحاد پیش روتون داریم که باید دو تا اتحاد حل کنیم، اتحاد مربع هم داریم. خب اگر ما خود این حرف کنم میشه اولی به توان 2، دو برابر اولی در دومی میشه 10x، مربع دومی میشه 25، کمتر مساوی هم سر جاش. این اتحاد هم حل میکنیم، اولی به توان 2، دو برابر اولی در دومی، دومی به توان 2. بچه یه سه ایس هم بوده از داریم. خب حالا اگر اینه یه وقتی بریم اون طرف، این ایس دو و ایس دو قرینه میشه. بچه کلا ایس دو ها ساده میشه چون میخواییم برای مجبورش کنیم این ایس دو که بیاد کنن این ایس دو بشه نه روزش واسه دادیم این رو قرار منفی میشه. پس همینجا میتونیم برداریم میشه. حالا جهت رو تکرار بکنیم، ایس هم رو یه طرف میاریم و دلده هم رو یه طرف میاریم. خب یه در ایس داریم اینجا، یه 6x که میام کنم که مصبت، یه 3x که میام میشه منفی. حالا عدد هم یه 9 مصبت داره اینجا، یه 25 یه 9 که رفت منفی همین. حالا بیم چه کار بکنیم؟ یه دیستان رو به هم جمع تفکر میکنیم و دادم رو به هم جمع تفکر میکنیم. خب یه در x داریم، این دو تایی که ما میشه 3x میشه 13x، این همیشه چند تا چند شونزه هم علامت عدد مذاکر هم داریم. خب بچه اینجا اون رو خیلی جای دارد اینا سیزه ایکس رو مصبته، یعنی ایکس هاتون مصبته منفی نی. پس با همون قبطه رو شد کنیم بگیم ایکس مون کمتر مساوی با ای عدد کمتر ای عدد شه منفی شونزه سیزه ها. خب میبر بکش اینا با بچه ها شونزه سیزه ها تو شونزه ها چند تو سیزه ها دیه یکی، پس یک رو خورده منفی، منفی هم داریم. پس من صفر مشخص میکنم، یک منفی مشخص میکنم، دو منفی مشخص میکنم، جاش اینجا هست. پس یه دو بگرم که مشخص میکنم، پرش هم میکنم، پر رنگ، چون مساوی داده. حالا میخوام میشه ایکس کمتر، میاد طرف کمتر. این میشه جاش. منوز که زود آقا دوازده دقیقه وقت داریم تا پنج زود که منوز. نه آقای عاجزه دو طرف منفی نباشه، ضریب ایکس منفی باشه کافیه. ما کاری به عدد اون نداریم که مثبت یا منفیه، حتما باید ضریب ایکس مون منفی باشه تا بکنم چه کار بکنم جاشون رو عوض بکنم. ضریب x تاکید میکنم ضریب x منفی باشه که کفایت میکنه. بله ضریب x آقای عاجزه ضریب x منفی باشه جهت برمیگرده. آقای اکبرزاده امروز اصلا خیلی بیروح هستین و اصلا فعال هم نیستین، نمیدونم چرا. آقای اکبرزاده حالت باید بد باشه امروز. آها خب اشکال نداره، همش هم رد باشه باید بالاخره اندازه ازالات رو بکنی، یه ازالات رو بکنم ببینیم چی میشه.
آقا یه سوال، وقتی که منفی بود اول عدد رو نوشتین و بعد علامت رو، بعد ایکس بدید تو مثبت بود و برعکس شد. نمیدونم چی میگی آقای ساده ای. بس اینه که باید مجبورش بکنیم آقا، بعد نگاه بکنیم مجبور اونه که جمع تفریق کردیم، معلوم اونه که جمع تفریق کردیم. باید اگر ضریب ایکس یا ضریب مجبورت منفی بود جاشون عوض بکنیم، اگر هم نبود که یه تقسیم عادی هم بکنیم رو محورش باش بدیم. همین بشن سوالات دیگه تو همین تیپ سواله. یعنی معمولا تو نامعادله وقتی میکنی یه نامعادله هر بکنی معمولا همچی چیزی داریم دیگه، یه همچی سوالی به شما میدن میگه نامعادله مقابل حل بکنیم. حتما هم یه سوال داریم تو نوبت دوام که ما بکنیم یه نامعادله برای شما حل بکنیم و بعد یه روش حلش دیگه خدا ببینیم نامعادله بعد حتما رو چون میبر کنم بکشیم، چون نمیدونم 25 تا مربوط به رسم محور کنید. اینو دقت کنید، از درس پنج چند منظورت همین فصل بکوه. ای این فصل بکوه باشه اتحاد تجزیه اردن دو و نیم نمره داریم، کلن تا ای بس بکوه دو و نیم نمره داریم. پنج نمره مربوط به نمره اولتونه دیگه، اردن 13 نمره میشه تو قسمت بعدی که شما باید انجامش بدید. خب حالا اگه کسی سوال داره توی قسمت کو ازار نظری میخواد بکنه، بحثی میخواد بکنه، ما اصلا در خدمتون. سوال یه چیزی بحثی در مورد اداره اشکال نداره سوال میتونه بکنه. بیشتر نور معلوم بکنم فصل آیت در زاده میگه ما بحث فصل بعدیه معادلات خط که میکنم بریم سش فصل معادلات خطه و بعدش هم عبارتهای گویا روی هم حدودن چیزی معادل 8 نمره دارن. 8 نمره مربوط به همینه معادلات خط و عبارت های گویا که همون عبارت گویا جا اتحاد و تجزیه تو کارتون، اتحاد و تجزیه، تجزیه خیلی توش مهمه. یعنی اگه فصل بعدی ما عبارت گویا نتونیم تجزیه یاد بگیریم مشکل داره دیگه، یعنی اون فصل که ما خوب درد نکردیم. پس تأکید میکنم که اتحاد و تجزیه فصلی که دارش بودیمه خوب کارش بکنیم، مخصوصا تجزیه ها رو خوب کار بکنیم. خب دیگه این کسی سوال داره باید سوال بکنه. اشکالی نداره که اول منای 16 به 17 را بنویسیم و بعد علامت بیشتری بعد x. اشکالی نداره که اول علامت منای 16 را بنویسیم بعد برای 17 را بنویسیم. 17 مجبور کدوم شما؟ آقا 17 نداره بگیم کدوم 17؟ 13 هستا منفی 16 13 17 نداره با آقای ساده که خب من آقا فرق نمی کنه شما منفی و یا برای شما داره به چیز رو داری یا جلو خط کسی رو داری هیچ فرق نمی کنه. مهم که شما یه منفی داری دیگه، عددتون منفیه. شما میگه یه 16 تا چند تا 13 تا بشه یک بشه یک و خورده منفی. خب بازم اگه کسی سوال داره سوال بکنه، یه 5-6 دفعه بعد دارید برید سوال جواب کنید.
چوری هر بکنیم؟ 2x کمتر از x بر روی 2. اگر بکنیم این هر بکنیم جوابش چی میشه؟ 2x کمتر از x بر روی 2. جواب شده باید برگه هر بکنیم جواب ما بگیم. بچه تا وقتی تمام شده جواب ایک دو ایس کمتر هم ایس برای دو جواب این رو بگیم چه میشه؟ کسی از بچه حال نکرد؟ این سوال کسی حال نکرد آقا؟ نه، 25 تا نمیشه. جواب اینو بگیرم نه دو هم نمیشه آیا اجزا صورت کس x برای 2 2x کمتر از x برای 2 نه بین سکرانی نه کجایی؟ نه دو ایکس نه دارم فکر میکنم آقای فروغی چرا سخت میشه؟ میتونی توضیح بدی؟ یکی سخت میشه چرا؟ میتونی توضیح بده چرا سخت میشه؟ آقای فروغی جواب نمیشه سخت چرا سخت میشه؟ سخت نمیتونی نمیشتی یا واقعا میفهمی درد بکنی سخت میشه اگه درد بکنی دلیلش بگو چرا سخت شد؟ ایکس ها از هم کم میبینی میشه چون ایکس ها را کم کردی؟ خب چطوری صورت صفر در میاد؟
x کوچکتر از چند؟ مجبورم خودم حل کنم. وقت تو تمام شد x شما آقا کمتر از صفر میشه نه صفر میشه؟ ببینید آقا اینطوری حل میشه. شما یک طرف نسبی بکنید این در این ضرب میشه میشه 4x کمتر از x بکنم طرف میشه x. حالا x بیاید طرف میشه 4x منهای x کمتر از صفر. پس 3x کمتر از صفر. پس x کمتر از صفر بر روی صفر میشه صفر. میشه x کمتر از صفر. بعد صفر مشخص بکنی ایست میگه کمتر از صفر. حتی پر هم نمیشه دیگه. x بخواهم چی کمتر از صفر؟ نه صفر نمیشه کمتر از صفر میشه. خب خسته نباشید تا نه تا اقیق کمانیم یا حاضر غیبی هم رد بکنه. بله چیزی نمی‌کنید؟